جنگ طالبان بر سر بچه‌بیریش و دستور تازه اشرف غنی آتش بس را در روزهای عید مراعات کنید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. دستور غنی به نیروهای دولتی: آتش بس را در روزهای عید مراعات کنید. دولت افغانستان پیشنهاد آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید را پذیرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور به نیروهای امنیتی دستور داده است که به احترام روزهای عید آتش بس را مراعات کنند. طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، غنی همچنان به نیروهای امنیتی دستور داده است که مثل همیشه در تأمین امنیت مردم افغانستان بکوشند و در صورت تخطی دشمن در دفاع از مردم کوتاهی نکنند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که روز دوشنبه 20 ثور نشر شد، آمده است که تأکید دولت و مردم افغانستان بر آتش بس واقعی و دائمی است. طبق اعلامیه ارگ، توسل به خشونت، قتل و کشتار افراد ملکی، انهدام زیربناها و اماکن آمن نه تنها در روزهای عید بلکه در هیچ روز جواز شرعی ندارد. در این اعلامیه تصریح شده است اکنون که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند و مراجع معتبر دینی و علمای جهان اسلام جنگ در افغانستان را خلاف رهنمودات دینی می دانند، طالبان هیچ دلیل شرعی برای ادامه کشتار مردم افغانستان ندارند. ارگ می گوید که طالبان از عملیات چند هفته اخیر خود این را باید آموخته باشند که محاسبهشان از پیروزی در میدان جنگ در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اشتباه محض بوده است. دولت از طالبان خواسته است که به خواست مردم برای آتش بس دائمی پاسخ مثبت بدهد و به میز مذاکره برگردند تا مردم به حق اساسی خود که زندگی در فضای صلح عادلانه و پایدار است برسند. گروه طالبان با نشر خبرنامه به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلام کرده است. این خبرنامه بامداد روز دوشنبه 20 ثور 3 روز پیش از عید فطر نشر شده است. این گروه به افراد تحت امر خود دستور دادند که از اول تا سوم عید فطر حملات تعرضی را متوقف کنند. در خبرنامه به افراد طالبان گفته شده است که اگر در این 3 روز جانب مقابل حمله کند، به دفاع مناطق خود بپردازند. افراد طالبان از رفتن به ساحات تحت کنترل دولت منع شدند و به همین ترتیب از آنها خواسته شده است که نیروهای دولتی را اجازه ورود به ساحات تحت کنترل خود ندهند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید فطر گفته است که راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. در پیام عبدالله در این مورد آمده است: در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای عید و مناسبت‌های خاص آتش بس یک جانبه اعلام کرده است. برقراری آتش بس موقت به این مناسبت‌ها فرصت کوتاه آرامش برای مردم فراهم می‌کند، اما راه حل اساسی و دائمی برای حل مشکل کشور نیست. او در این پیام که روز دوشنبه 20 ثور سال 1400 نشر شد، تاکید کرده است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. با گفته عبدالله، تجربه 4 دهه اخیر نشان می‌دهد که نسخه خشونت و کشتار نه تنها راه حل نیست، بلکه به عمق بحران و منازعه افزوده است. و این در حال است که سیام نایاب در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: جنگ طالبان بر سر بچه‌بیریش. دو فرمانده طالب در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بر سر یک پسر بچه زیبا با هم درگیر شدند. در این درگیری 3 طالب هلاک و 5 تن دیگرشان
زخم برداشتند. در همین حال منابع از تشدید اختلاف ها بین ملا هبت الله رهبر گروه طالبان و استانکزی معاون این گروه خبر می دهد. گفته می شود ملا هبت الله بنابر خواست پاکستان خواهان تشدید جنگ و قتل عام بیشتر است تا فشار بالای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا بیاورد. اما استانکزی خواهان پیش آمدن از راه نرم و ضرر نرساندن به اطفال و افراد ملکی است. این در حال است که مولوی نیازی، یک تن از سران قبلی طالبان که فعلا در هرات به سر می برد و از گروه طالبان جدا شده است، نیز قبلا در پیام گفته بود طالبان مزدوران پاکستان و آلای دست سازمان های استخباراتی جهانند. نیازی از تمام اعضای پایین رتبه این گروه خواست تا حلقه غلامی را از گوششان بکشند. منابع این اختلاف ها را جدی خوانده و گفته است امکان به وجود آمدن چند دستگی در بین گروه طالبان بسیار زیاد و شکست نابودی طالبان نیز حتمی است. در همین حال دفتر رسانه های والی بامیان با نشر خبرنامه از بازداشت معاون استخبارات گروه طالبان برای ولایت بامیان توسط ماموران امنیت ملی خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه این شخص قاری عبدالجلیل نام دارد و اخیراً برای دیدار با رهبران گروه طالبان به پاکستان نیز سفر کرده بود. بر اساس خبرنامه این فرد استخباراتی طالبان تصمیم داشت تا حملات پیچیده تروریستی را در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شبر و مرکز ولایت بامیان سازماندهی و اجرا کند. در خبرنامه آمده است که قاری عبدالجلیل عمری با یکی از همراهانش روز یکشنبه 19 سور توسط ماموران ریاست امنیت ملی بامیان از مربوطات ولسوالی کهمرد این ولایت بازداشت شده است. طبق خبرنامه این فرد استخباراتی گروه طالبان در ماه سرطان سال گذشته از زندان رها و دوباره برای انجام فعالیت‌های تروریستی و تخریبی در صفوف طالبان پیوسته بود. دفتر رسانه‌های والی بامیان همچنان نوشته است که این فرد در ولسوالی‌های طالب و برفک و دهنه غوری ولایت بغلان و همینطور در ولایت سمنگان مشغول فعالیت‌های تخریبی و تروریستی بوده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.